توی دنیای ما آدم ها دین های مختلفی وجود داره و اعتقادات مربوط به هر کدوم از این ادیان تأثیرات مستقیم یا غیر مستقیم روی زندگی همه ما آدم ها داره. منظورم اینه که حتی ادیانی که ما بهشون اعتقاد نداریم هم میتونن تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد کنن. بنابراین حتی اگه ما از اون آدم هایی باشیم که سرمون توی کار خودمونه و به زندگی دیگران کاری نداریم، بازم ادیان و اعتقادات دیگران میتونن زندگی ما رو زیر و رو کنند. اینجوریه که هیچ آدمی توی دنیا نمیتونه از تیررس اعتقادات بقیه خودشو دور نگه داره و حتی اگه خودشم نخواد بازم مجبوره که در این دریای خروشان اعتقادات جور و جوری که آدمهای دیگه دارن شنا کنه و نهایت سعیشو بکنه که بتونه سرش رو بالای آب نگه داره و زنده بمونه. حالا وقتی که حرف سر ادیان مختلف باشه ما با دو مبحث جدا از هم مواجهیم: فلسفه ادیان و تئولوژی یا همون الهیات. و معمولاً در گفتگوهای مربوط به ادیان این دو مبحث رو یکی در نظر میگیرن، در صورتی که این دو با هم یه تفاوت اساسی دارن. جریان از این قراره که هم فلسفه ادیان و هم الهیات از این زاویه که هر دو دائما دارن در مورد خدا و دینهای مختلف صحبت میکنن خیلی به هم شباهت دارن، اما فرق اساسی بین اونها اینه که در الهیات قبل از هر چیزی خدا به عنوان یه چیزی که حتما وجود داره در نظر گرفته میشه و ادامه مباحث مربوط به الهیات با توجه به وجود داشتن 100% خدا مطرح میشه. یعنی در الهیات دائما به مسائل و مشکلات فلسفی پاسخ داده میشه که بعد از قبول وجود خدا برای آدم پیش میاد. یعنی آتئیسم و خدا ناباوری در الهیات جایی نداره و این همون موضوع اساسیه که مطالعات فلسفی در مورد ادیان رو از مطالعات الهیاتی جدا میکنه. بنابراین در فلسفه ادیان هیچ چیزی مقدس نیست و هر چیزی که هر کس بهش اعتقاد داشته باشه یا حتی روش تعصب هم داشته باشه باید روی میز بحث و تجزیه و تحلیل گذاشته بشه و واسه اثباتش باید مدرک و دلیل ارائه بشه. یعنی فیلسوفان مختلف همه چیز رو زیر سوال میبرن، هم وجود خدا رو و هم اعتقادات مختلفی که در ادیان مختلف وجود داره. اما آدمهایی که به مبحث الهیات میپردازند اونایی هستن که اعتقاد دارن ادیان رو نمیشه زیر سوال برد. اونا میگن اصلا مباحث مربوط به ادیان نیاز به استدلال ندارن و فقط باید به یه دینی حتما ایمان و باور داشت. اما فیلسوفان میگن نمیشه با باور و اعتقاد خالی به سوالات مختلف پاسخ داد. مثلا نمیشه یکی بیاد بگه اعتقاد من اینه که کره ماه از پنیر سبز ساخته شده و بدون هیچ استدلال و مدرکی توقع داشته باشه که آدمهای دیگه اعتقادش رو بپذیرن. کلن معنی اعتقاد داشتن و باور داشتن به چیزی این نیست که اون چیز اثبات شده هم هست. بنابراین اعتقاد تنها از دید فلسفی ارزشی محسوب نمیشه. از دید فلسفه اگه شما یه آدم خدا باور باشید باید برای باورتون توجیه و دلایل قابل قبول داشته باشید. اگرم خدا ناباور باشید بازم باید برای باورهایی که دارید توجیه و دلیل و منطق ارائه بدید. از نظر فلسفه همه چیز زیر سوال میره. در کل موضوع ادیان موضوع خیلی مهمی در زندگی هر یک از ما آدم هاست و به نظر میرسه که اعتقاد به ادیان تا حالا منجر به رخ دادن حوادث تاریخی زیادی شده. بنابراین باور داشتن و باور نداشتن به ادیان هر دو باید مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره و ما آدم ها لازم داریم حرف همدیگر رو در این زمینه با دقت گوش بدیم و تلاش کنیم با حوصله و آرامش
در مورد باورهامون به توافقهایی برسیم تا همگی از فرصت در آرامش زندگی کردن در جوار همدیگه برخوردار بشیم. خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ یکی دیگه از برهانهای وجود خدا، اول اجازه بدید در این مورد توضیح بدم که فلسفه ادیان در مورد چه موضوعاتی صحبت نمی کنه. در درجه اول در فلسفه ادیان اهمیتی نداره که پدر مادر شما در مورد ادیان بهتون چی یاد دادن. به هر حال اون چه که پدر مادرها در مورد ادیان به فرزندانشون یاد میدن ممکنه حقیقت اعتقادی نباشه که در دینشون وجود داره. اینکه شما با یه سری اعتقادات بزرگ شده باشید و به شما گفته باشن که اون اعتقادات مبتنی بر حقیقتن دلیل نمیشه که اعتقادات شما بر پایه حقیقت باشن. دوم این که فلسفه ادیان در مورد اون چیزی که مثلا توی قرآن یا انجیل نوشته شده بحث نمی کنه و دلایلی که توی اون کتاب ها اومده رو معتبر نمی دونه. دلیلش هم مشخصه. خب این منطقی نیست که برای تایید حقیقت اون چیزی که در یک کتابی نوشته شده از همون کتاب دلیل و آیه آورد. باید دلیل درستی مطالب هر کتابی رو از منابع دیگه‌ای غیر از اون کتابی که داره ادعا می‌کنه داره حقیقت رو میگه پیدا کرد. سوم این که فلسفه ادیان در مورد انسان شناسی دینی، جامعه شناسی دینی یا درک و فهم روانشناختی دلیل اعتقادات دینی ما صحبت نمی کنه. البته همه این موضوعات، موضوعات قابل بررسی هستن و باید در موردشون مطالعه کرد، اما این موضوعات در محدوده فلسفه ادیان قرار نمی گیره و اونجا مورد مطالعه واقع نمی شن. کاری که فیلسوفان دینی انجام میدن اینه که بررسی میکنن تا بفهمن آیا میشه استدلالهایی آورد که میتونن ثابت کنن خدا وجود داره. خب حالا بریم سراغ برهان امروزمون. صدها سال پیش در قرن 11 میلادی مردی بود که استدلال میکرد میشه وجود خدا رو اثبات کرد. این مرد قدیس و متفکری مسیحی فرانسوی به نام انسلم کنتربری بود. انسلم بر اساس اون چه که از نظر اون تعریف خدا بود و ماهیت خدا باید اونجوری باشه یه استدلال مقایسه ای آورد. اجازه بدید این توضیح رو بدم که به استدلال هایی که در اثبات وجود داشتن چیزهای مختلف ارائه میشن میگن آنتالوجی یا هستی شناسی. بنابراین به همه استدلال هایی که در جهت وجود خدا مطرح میشن میگن آنتالوجیکال آرگیومنت یا برهان‌های هستی شناختی. در طی رسیدن به این استدلال، انسلم اول از خودش پرسید خدا چه شکلیه؟ بلنده؟ ریش داره؟ لباس خاصی میپوشه؟ شخص باحالیه؟ یه ذره خودشو میگیره؟ نه، این خصوصیات خیلی جزئی و ساده‌ن. باید یکم از این حرفا جلوتر رفت. بنابراین انسلم به این نتیجه رسید که تعریف خدا باید این باشه: بهترین موجود ممکنی که میشه تصورش کرد. به این فکر کنید که بهترین و باحالترین و هیجان انگیزترین و فوق‌العاده ترین چیزی که میتونید تصور کنید چیه؟ تازه میگن خدا از اونم بهتره. شما هم اگه پیرو یکی از دینهای ابراهیمی باشید حتما با این جمله برخورد کردید که میگن خدا بزرگتر از اون چیزیه که بشه وصفش کرد. این همون نتیجه گیریه که انسلم بهش رسید. یعنی اومد گفت خدا بزرگترین و عظیمترین چیزیه که وجود داره و دیگه هیچ چیزی بزرگتر و عظیمتر از اون نیست. خب این یعنی چی؟ بر اساس اون چه که انسلم میگه، اولا یعنی خدا باید وجود داشته باشه و در ادامه یعنی بعضی چیزا فقط میتونن توی ذهن ما وجود داشته باشن و کاملا تخیلی هن. مثلا بابا نوئل یا اسب تکشاخ و بعضی چیزای دیگه هم هستن که میتونن هم در ذهن ما وجود داشته باشن و هم در واقعیت، مثل پیتزا، مثل اسب. حالا نکته ای که انسلم داره بهش اشاره میکنه اینه که هر چیزی میتونه بهتر باشه اگه همونطور که توی ذهن وجود داره در واقعیت هم وجود داشته باشه. اگه بخوام این نکته ای که انسلم داره بهش اشاره میکنه رو بهتر توضیح بدم، بهتر بگم اول یه اسب تکشاخ رو در نظر بگیرید.
اسب تکشاخ یه موجود خیالیه که فقط توی ذهن ما وجود داره، ولی اگه اسب تکشاخ توی واقعیت هم وجود داشته باشه خب بهتره دیگه. یا مثلا وقتی که یه شریک زندگی همه چی تموم رو تصور میکنیم که هم دوست صمیمی آدم باشه، هم رمانتیک، دوست داشتنی، شوخ‌طبع و پولدار هم باشه، درست مثل بعضی از این فیلم ها. خب خوبه دیگه، ولی حتی بهتر از این میشه اگه چنین شریک زندگی در واقعیت هم وجود داشته باشه. و انسلم به این شکل خدا رو اثبات میکنه، میگه اگه ما خدا رو موجودی در نظر بگیریم که از هر چیزی که توی ذهنمون میتونیم تصور کنیم با عظمت‌تر و بهتره، تنها چیزی که امکان داره از چنین تصوری با عظمت‌تر و بهتر باشه میتونه همون خدای مورد تصور ما در واقعیت باشه. پس نتیجه اینه که خدا وجود داره. یعنی حالا که ممکنه ما توی ذهنمون بتونیم با عظمت ترین چیزی که میتونه وجود داشته باشه رو تصور کنیم که هیچ چیز نتونه از اون بهتر باشه، پس خدا هم باید در تخیل ما و هم در واقعیت وجود داشته باشه. خود انسلم با این استدلال خیلی حال کرده بود. مطمئن بود که یه جوری خدا رو اثبات کرده که هیچ کس نمیتونه این استدلال رو قبول نکنه. چرا که تعریف خدا اینه: از هر چیز خوبی که ما بتونیم توی ذهنمون تصور کنیم بهتر. حالا اگه قرار بود خدا فقط توی تخیل ما وجود داشته باشه، اون تخیل بهترین و با عظمت ترین موجود نبود. بنابراین چون واقعیت یه خدای خوب از تخیلش بهتره، پس خدا باید در واقعیت وجود داشته باشه. علی‌رغم اینکه خود انسلم از استدلالی که آورده بود خیلی خوشش اومده بود، اما گاونلو، یکی دیگه از راهبان فرانسوی هم دوره انسلم، از این استدلال راضی نبود. گاونلو میگفت این چه جور استدلالیه؟ با یه همچین دلایلی میشه تقریبا وجود همه چیزهای تخیلی رو اثبات کرد. مثلا گاونلو با همون فرمولی که انسلم ارائه کرده بود سعی کرد ثابت کنه که یه جزیره تخیلی که فقط تو ذهنشه وجود داره. یعنی اون اومد گفت بهترین جزیره‌ای که من میتونم تصورش کنم جزیره‌ایه که بتونم صبح‌ها برم لب آب شنا کنم و توی ساحل استواییش ریلکس کنم و بعد از ظهرها هم برم روی کوههای پوشیده از برفش اسکی کنم. من میتونم یه همچین جزیره‌ای رو تصور کنم، پس یه همچین جزیره‌ای باید وجود داشته باشه، چون چنین جزیره‌ای بهترین چیزیه که من میتونم تصور کنم و تنها چیزی که از این تصور میتونه بهتر باشه واقعیت داشتن چنین جزیره‌ایه. گاونلو سعی کرد با این مثال نشون بده یه همچین استدلالی که انسلم برای اثبات وجود خدا مطرح کرد میتونه وجود هر چیزی که ما به عنوان یه چیز خوب تصور میکنیم و دوست داریم وجود داشته باشه رو اثبات کنه، ولی باعث نمیشه که اون تصورات واقعیت داشته باشن. اما انسلم هم کوتاه نیومد و در جواب گاونلو گفت تو به یه نکته مهمی توجه نکردی. استدلالی که من آوردم فقط در مورد یه موجودی میتونه استفاده بشه که لازمه وجود داشته باشه و فقط یه موجود لازم الوجود هست، اونم خداست. این پاسخ انسلم در واقع یه جور مغالطه است. یعنی ما اینجا با بحثی مواجهیم که در اون برای پافشاری بر درستی یه استدلالی از دلایل اشتباه، بی ربط یا غیر منطقی استفاده میشه و کلن مغالطه ها هم میتونن استدلال ها رو ضعیف کنن و هم میتونن باعث بی اعتبار شدن و از بین رفتن استدلال ها بشن. و به طور ویژه به این نوع مغالطه ای که انسلم ازش استفاده کرد در زبان انگلیسی میگن begging the question، که فارسیش میشه مصادره به مطلوب. در این مغالطه یه مصادره به مطلوب، انسلم با پیش کشیدن موضوع لازم الوجود بودن خدا، حالا داره یه بخش دیگه ای رو هم به تعریفی که از خدا ارائه کرده بود اضافه میکنه. قبلا گفته بود خدا از بهترین چیزی که بشه تصورش کرد بهتره و بهتر از چیزی که میشه تصورش کرد همون چیز خوب در واقعیته.
اما حالا اومده میگه ضمناً خدا لازم الوجوده، یعنی لازمه که وجود داشته باشه. در واقع انسلم برای اثبات وجود خدا دلیلی آورد که اون دلیل همون چیزی بود که از اول زیر سوال رفته بود. این دلیل دوم، یعنی همین که میگه خدا لازم الوجوده، درست مثل اینه که یه بچه ای از والدینش بپرسه از کجا معلوم خدا وجود داشته باشه و والدینش جواب بدن چون باید وجود داشته باشه. چنین جوابی واقعا دلیل محسوب نمیشه. شاید بشه گفت یه جور اجباره. انگار که والدین اون بچه در جواب سوالش بهش گفته باشن آره خدا وجود داره چون من میگم. به هر حال بعد از انسلم فیلسوفان زیادی اومدن و سعی کردن دلایل بهتری برای استدلال انسلم بیارن و اون استدلال رو به روش‌های مختلفی نجات بدن. اما مخالفان این استدلال هم همچنان با پاسخهایی که به دلایل اونها می دادند از پذیرفتن این استدلال سر باز می زدند. حالا یکی دیگه از مخالفان استدلال انسلم که صدها سال بعد از مرگ انسلم مخالفت خودش رو اعلام کرد، فیلسوف آلمانی قرن 18 میلادی ایمانوئل کانت بود. اجازه بدید یادآوری کنم که ما قبلا در طی ویدیوهای منتهی به ویدیوی مثبت‌گرایی و حلقه وین در مورد ایمانوئل کانت و نظراتش صحبت‌هایی کردیم و تماشای اون ویدیوها رو برای درک بهتر منظور کانت توصیه می‌کنم. نظر ایمانوئل کانت این بود که موجودیت جزو تعریف خدا و یه خصوصیت چسبیده به خدا نیست. یه خصوصیتیه که به خدا اضافه شده. یعنی از دید کانت اشتباه انسلم این بود که بدون اینکه دلیلی بیاره وجود داشتن رو خصوصیتی جدا ناپذیر از خدا در نظر گرفته بود، در حالی که وجود داشتن به خودی خود نمیتونه خصوصیت چیزی محسوب بشه که قابل تجربه کردن با حواس پنجگانه نیست. اگه نشه چیزی رو به واسطه یه حواس پنجگانه درک کرد، اون چیز میتونه وجود نداشته باشه یا میتونه وجود داشته باشه. اما چیزی که مسلمه اینه که وجود داشتن جزو تعریف اون چیز محسوب نمیشه و برای وجود داشتنش باید دلایل قابل اثباتی ارائه کرد. برای مثال اگه یه سه ضلع وجود داشته باشه، لازمه که سه تا ضلع داشته باشه. اما معنیش این نیست که حتما یه سه ضلعی وجود داره. منظورم اینه که تعریف سه ضلعی داشتن سه ضلعه، اما میتونه هیچ سه ضلعی هم وجود نداشته باشه. به همین شکل میشه اینو گفت که اگه خدا وجود داشته باشه، باید بهتر از بهترین چیزی باشه که ما میتونیم تصورش کنیم، ولی این تعریف نمیتونه اثبات کننده این باشه که خدا وجود داره. بنابراین وجود داشتن یه خبره که میشه اون رو به خصوصیت‌های خدا اضافه کرد، اما این خبر به تنهایی یه خبر مستند و مبنی بر دلایل و شواهد نیست که بتونه وجود خدا رو اثبات کنه. بعد از ایمانوئل کانت، یه فیلسوف بریتانیایی به نام جان ویزدم اومد و یه آزمایش فکری دیگه ارائه کرد که در طی اون کلن موضوع هستی شناسی زیر سوال میرفت. آزمایش فکری که به مسئله باغبان نامرئی معروفه. داستان این مثل از این قراره که شخص شماره 1 و شخص شماره 2 بعد از مدت‌ها غیبت میان وارد یه باغی میشن و متوجه میشن که حتی وقتی کسی به این باغ سر نزده بوده، همچنان یه سری از گیاهان باغ حسابی رشد کردن و بزرگ شدن. شخص شماره 1 به شخص شماره 2 میگه احتمالاً در این مدتی که ما اینجا نبودیم یه باغبونی اومده و به این گیاهان رسیدگی کرده. اما شخص شماره 2 شک داره که این حرف درست باشه. بنابراین هر دوتاشون با هم توافق میکنن همونجا بمونن و ببینن آیا باغبونی سر و کلش پیدا میشه یا نه. مدتی طولانی میگذره و کسی برای رسیدگی به گیاهان باغ نمیاد. بنابراین شخص شماره 1 به این نتیجه میرسه که باغبون باید نامرئی باشه. اونا برای اینکه بفهمن باغبون نامرئیه یا نه، میان اون باغ رو تله گذاری میکنن و یه سری سگهای ردیاب هم میارن تا بتونن باغبون نامرئیه رو گیر بندازن.
اما بعد از مدتی طولانی همچنان موفق به گیر انداختن باغبونه نمیشن. بنابراین شخص شماره 1 میگه که حتما باغبون علاوه بر اینکه نامرئیه، غیر قابل لمس و بیبو هم هست. کار که به اینجا میرسه، شخص شماره 2 جواب میده اگه اینطور که تو میگی باشه، پس فرق یه باغبون نامرئی و ناملموس و بیبو و کلن باغبونی که نمیشه تشخیصش داد با باغبونی که وجود نداره چیه؟ خب اینم از آزمایش فکری جان ویزدم. دیگه خودتون باید متوجه شده باشید که منظور این آزمایش فکری و موضوع مورد صحبت شخص شماره 1 و شخص شماره 2 چی میتونسته باشه؟ در ویدیوی امروز ما در مورد فلسفه ادیان صحبت کردیم، به استدلال انسلم در مورد اثبات وجود خدا اشاره کردیم و نظرات مخالف با استدلال انسلم رو هم عنوان کردیم. اما یه نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که هم گاونلو هم کانت با اون تعریفی که انسلم از خدا ارائه کرد موافق بودند و به وجود خدا هم اعتقاد داشتند. اما نظرشون این بود که استدلال‌های انسلم وجود خدا رو اثبات نمی‌کنند. یعنی یادمون باشه میشه نتیجه یه استدلالی رو قبول داشت ولی اون استدلال رو قبول نداشت. وقتی که چنین اتفاقی میفته باید به دنبال استدلال‌های بهتر و منطقی‌تری بود که میتونن نتیجه‌گیری مورد نظر ما رو تایید کنند و این همون کاری بود که توماس اکوینس انجام داد. یادآوری میکنم که ما قبلا در ویدیوی آنچه به خدا نسبت میدهند در مورد نظرات توماس اکوینس صحبت کردیم و مطمئنم که دیدن دوباره ی اون ویدیو برای شما دوستان خالی از لطف نباشه. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و ممنون از اینکه با لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت در انتشار هرچه بیشتر ویدیوهای این کانال سهیم هستید. روز و شب همگی خوش.